سرخط خبرها. واکنش تند سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات اخیر وزیر دفاع انگلیس. حجم مبادلات تجاری روسیه با ایران در سال 2021 بیش از 70% افزایش یافت. افشاگری علیه بازجویان و شکنجهگران زندان شیبان اهواز. و پایان بی‌نتیجه مذاکرات احیای برجام در قطر. مشروع اخبار. واکنش تند سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات اخیر وزیر دفاع انگلیس. به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت والاس وزیر دفاع بریتانیا که اخیراً با وووان و لکسوس صحبت می‌کرد، گفت که ماریا زاخاروا هفتگی تهدید می‌کند که همه را با بمب‌های هسته‌ای بمباران می‌کند. سپس درباره راه رفتن در خواب، کمدی و ماچیزم شاه نر صحبت کرد. والاس: اگر نمی‌خواهید به عنوان یک دروغگو در تمام دنیا شناخته شوید، حداقل یک مثال بزنید که چگونه من هفتگی تهدید می‌کنم که همه را با بمب‌های هسته‌ای بمباران می‌کنم. با توجه به اینکه حتی یک نقل قول از من پیدا نمی‌کنید، شما را به تهمت و انتشار مطالب جعلی متهم می‌کنم. حجم مبادلات تجاری روسیه با ایران در سال 2021 بیش از 70% افزایش یافت. تلاش برای اعمال فشار، تهدید و باجگیری تحریم‌ها به نتیجه مورد انتظاری منتهی نمی‌شود و گاهی اوقات نتیجه کاملاً معکوس دارد که رشد بیش از 70% تجارت بین روسیه و ایران در سال 2021 آن را نشان می‌دهد. این مطلب را امروز روز چهارشنبه کنستانتین کوساچف، نایب رئیس شورای فدراسیون مجلس الیای پارلمان روسیه اعلام کرد. به گزارش اسپوتنیک، این سناتور روس در دیدار با هیئت پارلمانی ایران به ریاست محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه ایران به خوبی تایید می‌کند که هیچ تلاشی برای تحریم کشور، باجگیری، فشار، تهدید هیچگاه به نتیجه مطلوب برای کسانی که در این کار مشغول هستند منجر نمی‌شود. به علاوه گاهی اوقات نتیجه دقیقاً برعکس است. در این مورد من می‌گویم: من در مورد روابط دو جانبه ما بین روسیه و ایران صحبت می‌کنم که با پویایی مثبت روزافزون در حال توسعه است. اگر آمار را در نظر بگیریم، گردش تجاری ما در سال گذشته بیش از 70% افزایش یافته است. این رقم نیاز به توضیح اضافی ندارد. این پویایی امسال نیز ادامه خواهد داشت. افشاگری علیه بازجویان و شکنجهگران زندان شیبان اهواز. کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام با انتشار گزارشی برای اولین بار اسامی 85 نفر از بازجویان، زندانبانان و مسئولان شکنجه در زندان شیبان اهواز را به همراه تصاویر برخی از آنها افشا کرد. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 8 تیر منتشر شده، گردآوری این اطلاعات با کمک شهروندان ساکن ایران صورت گرفته. به گفته این سازمان حقوق بشری، این اسامی و اسناد در برگیرنده همه شکنجهگران نبوده و تنها گوشه ای از واقعیت زندان‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. زندان شیبان اهواز که از آن با اسامی زندان مرکزی اهواز و مجتمع حرفه آموزی اهواز نیز نام برده می‌شود، ظرفیت پذیرش نزدیک به 3200 نفر زندانی را دارد که بیشتر اوقات آمار زندانیان محبوس در این زندان بیشتر از ظرفیت یک زندان است و گاه تا 4500 نفر هم افزایش پیدا می‌کند. پایان بی‌نتیجه مذاکرات احیای برجام در قطر. بعد از ظهر امروز خبرگزاری تسنیم مدعی شد که نشست باقری کنی و انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قطر که قرار بود 7 و 8 تیر ماه برگزار شود، به پایان رسید است. اما ساعتی بعد زیرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با رد این ادعا نوشت که مذاکرات در قطر همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه کشور نیز به فاصله دقایقی بعد از زیرنا رسماً ادعای تسنیم را تکذیب کرد. با این حال این اخبار زد و نقیض به بدبینی به مذاکرات دوحه منجر شد. به خصوص اینکه خبرنگار وال استریت جورنال نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شده که این دور از مذاکرات سازنده نبود است. به دنبال این اخبار نرخ دلار در مسیر افزایشی قرار داشت و بار دیگر به کانال 31000 تومان بازگشت. در نهایت نیز مورا حدود ساعت 23 به وقت تهران خبر از پایان مذاکرات دوحه داد و اعلام کرد که مذاکرات نتایج مطلوب را نداشته است.